سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه پنجممون هست در یک سری دروس درباره زندگی در اراده و هدایت خدا. هممون دوست داریم بدونیم که نقشه خدا چیه برای زندگیمون، چطوری میتونیم بر طبق اراده و هدایت اون زندگی بکنیم. و صحبتی که تو این چند هفته با هم داشتیم اینه که دیدگاهی که من دارم از کتاب مقدس و خیلی افراد دیگه، مسیحای دیگه دارن، اینه که خدا با ما 20 سالی بازی نمی‌کنه. خدا نمی‌خواد ما همش رو حدس و گمان زندگی کنیم. خدا نمی‌خواد که ما اونو به عنوان یه پدری نگاه کنیم که از دستش باید حکمتش رو بکشیم با زاری و گریه و تمنا و خواهش، بلکه پدر آسمانی ما با سخاوتمندی میخواد هدایت و حکمتش رو در زندگی به ما مشخص کنه. و صحبت این رو کردیم تو این چند هفته که خداوند به ما یک راه و روشی داده در زندگی که چطوری میتونیم اراده اون رو درک کنیم. کتابی که دارم استفاده میکنم برای این درس ها، ازش الهام گرفتم، کتابی به نام Finding the Will of God by Bruce Waltke. و صحبت این کتاب این هستش که هیچ جای عهد جدید صحبت اینو نمیکنه که ما باید اراده خدا رو پیدا کنیم یا کشف کنیم، بلکه باید اراده خدا رو درک کنیم، اراده ای که خیلی زیبا خدا به ما در کلامش نشون داده. پس اگر میخواهیم که در اراده خدا زندگی کنیم، باید در درجه اول با کلامش آشنا باشیم، باید دائم کلام رو بخونیم، اطاعت بکنیم، ببینیم که خداوند چی میخواد در زندگی از ما. پله دوم زندگی در اراده خدا، زندگی در اون راهی که خدا میخواد ما از طریق اون بر طبق هدایتش زندگی بکنیم، اینه که قلبمون رو پرورش بدیم برای عشق و لذت بردن از خدا. تپش قلبمون مثل تپش قلب خدا بشه، دیدگاهمون نسبت به دنیا و دیگران و زندگی فکر و دیدگاه عیسی مسیح باشه، ارزش‌هامون ارزش‌های ملکوت مسیح بشه. و این پله دومی بود که خدا برای ما فراهم کرده، سیستمی که اگر واقعا با این دیدگاه جلو بریم در زندگی، خیلی راحت میتونیم از زندگی لذت ببریم بدون هیچ استراب و استرسی و واقعا ببینیم که پدر آسمانی ما دستش روی زندگی ما هست. قدم سومی که توصیه کردیم در هفته‌های گذشته این بودش که باید دنبال افراد حکیم باشیم تو زندگیمون و ازشون نصیحت بگیریم. خیلی وقتا خدا از طریق خادمین کلیسا، کشیش‌ها، پدر، مادر، افراد حکیم که دور بر ما گذاشته، داره نقشه خودش رو و سوالات ما رو جواب میده از طریق دیگران. و امروز می‌خوایم درباره یک نکته مهم دیگه صحبت بکنیم و اون این هستش که باید ایمان داشته باشیم به مشیت الهی. هممون نگران آینده هستیم، هممون در سر دوراهی‌های زندگی تو تصمیم گرفتن‌ها می‌خوایم که خدا به ما یه علامتی بده، یه رعد و برقی، یه چیزی، یه نشونه‌ای که خدا یا این کار درسته یا این کار درسته، تو می‌خوای من چیکار بکنم. ولی قسمتی از زندگی و زندگی در اراده و هدایت خدا اینه که باید ایمان داشته باشیم که هیچ چیز این دنیا تصادفی و شانسی نیست. برادرمون فیروز که دوست عزیز من هست و شما عزیزان حتما باش آشنایی دارین در این برنامه های کانال محبت، سالها پیش برادرمون فیروز به من یه چیزی گفت و اون این بود که توی دیکشنری خدا کلمه اوپس وجود نداره. هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیفته که برای خدا سرپرایز باشه، برای خدا یهویی، برای خدا جدید باشه، خدا ازش خبر نداشته باشه. و عیسی مسیح ما رو با یک پدری معرفی میکنه که میخواد ما رو تشویق میکنه مسیح که نگران نباشیم، مضطرب نباشیم. این دنیا دست خالق این دنیا هست و خالق این دنیا پدر آسمانی من و توه. باید ایمان داشته باشیم که اتفاقات زندگی در نقشه خداست و خداست که یه دری رو باز میکنه در زندگی، یه دری رو میبنده. خداست که به صورتهای عجیب و غریب و معجزه آسا چیزهایی رو در زندگی ما فراهم میکنه که ما اصلا خبر نداشتیم، اصلا تصورش رو نمیتونستیم بکنیم. مسیح توی انجیل متی فصل 6 میگه: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند، نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند.
ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ چرا برای لباس و پوشاک قصه می خورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمی خورند. و بعد میگه که پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. و صحبت مسیح اینه که نگران زندگی نباشید، نگران آینده نباشید، و خدا یه نقشه‌ای داره و خدا در کنترله و خدا پدر شماست و خدا خوبی و برکت شما رو میخواد. و بارها و بارها شده در زندگی خود من و میدونم در زندگی همتون، اگر نگاه بکنیم میبینیم که به طور عجیب و غریب خودمون خواستیم یه راههایی رو بریم و در بسته شده و خدا یه راه دیگر رو باز کرده، و چقدر راه دوم که اصلا خارج از تفکر ما بود باعث برکت بوده در زندگی. من مثال‌های زیادی تو زندگی خودم دارم، در سن جوونی، در سن نزدیک 16 سالگی که می‌خواستم از ایران برم اروپا، قصد خانواده من این بود که منو بفرستن انگلیس و نتونستم، در انگلیس بسته شد، ویزا نتونستم بگیرم و خیلی پکر شدم که خدایا داری با زندگی من چیکار میکنی. ولی به جای انگلیس سر از کشور پرتغال در آوردم، یک کشور اروپایی دیگه، و تو پرتغال با عیسی مسیح آشنا شدم، با انجیل عیسی مسیح آشنا شدم. اصلا تصور نمیتونستم بکنم همچین چیزی رو. یکی دو سال بعدش اصلا اینکه من بخوام بتونم بیام آمریکا نمیشونم تصور کنم. و یه زن و شوهر آمریکایی به عنوان توریست اومده بودن پرتغال و یکی از دوستای منو دیدن و از طریق اون با من آشنا شدن و منو دعوت کردن، اسپانسر کردن که من بیام آمریکا. خارج از تمام تصورات من. خیلی چیزا در زندگیم بود، دانشگاه‌هایی که رفتم، قدم‌هایی برداشتم که اون راه با، یعنی اون قدم و اون تصمیم زندگیمو به طور کلی عوض کرد. و من نمیدونستم آینده چی میشه، ولی خدا داشت هدایت میکرد بدون اینکه حتی من بدونم. پس باید ایمان داشته باشیم اگر داریم در زندگی با خدا راه میریم که درهایی که باز و بسته میشه خارج از حتی نقشه های ما در کنترل خداست، در نقشه خداست و خداست که داره ما رو هدایت میکنه. اینجا یکی دوتا موضوع رو میخوام مطرح بکنم، موضوع های مشکل و سختی هست. هممون تو زندگی اتفاقات تلخی واسمون میفته، چراهایی واسمون پیدا میشه. چرا خدا اجازه داد این بلا سر بچه من بیاد؟ چرا خدا اجازه داد این اتفاق بد واسم بیفته؟ چرا خدا اجازه داد این تلخی پیش بیاد، این در بسته بشه، این آرزو و امید از بین بره؟ و این چراها هست و باید ایمان داشته باشیم که این پدر آسمانی میدونه داره چی کار میکنه. حکمتش و دیدش از دید محدود ما در زندگی خیلی وسیع تره و حتی اگر ما احساس میکنیم که در یه جای به بن‌بست رسیدیم، فاجعه اتفاق افتاده، اتفاق تلخی افتاده، این در هدایت خدا، خدا داره اینو استفاده میکنه در نقشه خدا، خدا داره اینو استفاده میکنه در زندگیمون. و چراها هست، فریادها هست، گریه ها هست، شکست ها هست در زندگی. و نمیخوام فکر کنیم که چون ایمان داریم که خدا پدر آسمانی ماست و ما رو دوست داره، پس هر اتفاقی که میفته تو زندگی باید از دید ما اتفاق خوب و عالی و پربرکتی باشه. نه، این نکته خیلی مهمی، خواهش میکنم توجه بکنید. مهمترین نقشه خدا و هدف خدا در زندگی تک تک فرزنداش اینه که مسیح در ما شکل بگیره، اینه که شخصیت مسیح در من شکل بگیره و من مثل مسیح منعکس کننده نور و محبت خدا باشم در زندگی خودم به دیگران. و کتاب مقدس خیلی واضح میگه که در درد و رنج که ما رشد میکنیم، دردها و رنجها و زخما و شکستاست که میتونه باعث تلخی بشه، که عکس العمل اشتباهست. اگر ما به خاطر این درد و رنجها تلخ بشیم، روحیه نبخشیدن داشته باشیم، نفرت و کینه داشته باشیم، ولی اگر با عکس العمل درست کتاب مقدسی برخورد کنیم، حتی با تلخترین قسمت‌های زندگی، با تلخترین اتفاقات زندگی، میتونیم رشد کنیم، میتونیم عمیق‌تر بشیم در شخصیتمون، در روحانیتمون، در زندگیمون با عیسی مسیح.
پس مشیت الهی، کنترل خدا در زندگی ما این نیستش که همه چیز خوب و عالی اونطوری که ما فکر میکنیم باید انجام شه. خدا اجازه میده خیلی وقتا اتفاقاتی بیفته که ما نمیدونیم چرا، ولی دلیلش رو خدا میدونه، ولی میدونیم هدفش اینه که من در این سختی ها عمیق‌تر با خدا آشنا بشم، در این سختی ها بیشتر توکلم به خدا باشه، بیشتر پناهگاهم در خداوند باشه. این یه نکته که باید به یاد داشته باشیم. کتاب مقدس توی یعقوب صحبت این رو میکنه، یعقوب که گوش کنید ای تمام کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر خواهیم رفت و یک سال در آنجا مانده تجارت خواهیم کرد و سود کلانی خواهیم برد، شما چه میدانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه آن را میتواندید و لحظه بعد محو و ناپدید میشود. پس باید بگویید اگر خدا بخواهد زنده خواهیم ماند و چنین و چنان خواهیم کرد. در غیر این صورت شما مغرور و خودپسند هستید و به نقشه ها و برنامه های خود میبالید و چنین شخصی هرگز نمیتواند خدا را خوشنود سازد. اراده خدا، هدف خدا، خیلی چیزاش ما نمیدونیم و نخواهیم هم فهمید، ولی باید اعتماد داشته باشیم که اون خوبه و نقشش برای زندگی من خوبه. درباره مشیت الهی یه نکته دیگه هم میخواستم بگم. اولا این مشیت الهی، من هنوزم مطمئن نیستم کلمه درست فارسیش چیه. به انگلیسی منظوری که دارم Providence of God، که همه چیز رو خداوند داره هدایت میکنه، در اراده و نقشه اونه، داره برای ما فراهم میکنه و هیچ تصادف وجود نداره، شانس وجود نداره در نقشه خدا در این دنیا. همه چیز تحت هدف اون داره جلو میره. یه نکته دیگه که میخواستم اینجا بگم و مهمه که بیاد داشته باشیم اینه که خداوند نباید وقتی ما صحبت اینو میکنیم که یه چیزایی تو زندگیمون اتفاق میفته، یه دری باز میشه و هر دری که باز شد دلیل نیست که پس اون علامتی از خدا که من باید وارد اون راه بشم. هر چیزی که پیدا شد نباید فکر کنیم که این پس از خداست دیگه، برای من آورده و فراهم کرده، چون خدا منو دوست داره، پدر آسمانی منه و میخواد از من مراقبت بکنه. به عنوان مثال شما پول ندارید، یه ایرانی شاید هستید، مثال میارم، یه ایرانی هستید، پناهنده شدید یا از ایران اومدید بیرون در اروپا و هیچ پولی ندارید و توی خیابون داری راه میری، میگی خدایا برسون، خداوند رو کمک بکن، و میبینی که یهو کیف پول یکی رو زمین افتاده و میری کیف پول رو باز میکنی و میبینی که طرف کارت شناسایی داره، علامت آدرس داره، نمیدونم اینا، و این روی زمین افتاده. شما نباید که یهویی بگی که خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدا واسم رسون کیف پول و پولشو برداری بذاری تو جیب خودت. نه، کیف پول رو باید بری به صاحب پول بدی. این خدا رسوندن نیست، این پول یه بدبختی افتاده، اگر آدرس و نشونیش و اینا همه هم تو اون کیف هست. پس میخوام بگم که هر موقعیتی رو نباید فکر کنیم از طرف خداست اگر اون موقعیت بر ضد تعالیم کلام خداست، اگر اون موقعیت کلام خدا رو زیر پا میذاره. شاول در عهد عتیق، اولین پادشاه عهد عتیق، میخواست داوود رو نابود کنه. داوود ازش فراری بود. داوود میدونست که خدا میخواد اون پادشاه بشه در وقت خود خدا و شاول بر ضدشه. و توی این فراری ها یه روز داوود توی غاره و غار توی یکو و شاول میاد که اون توی اون غار و داوود به نظر انسانی میرسه که میتونه بیا شاول اونجا بکشه، بگه خدا اینو به دستای من داده که من اینو نابود کنم، دشمنمو نابود کنم که بعد خودم پادشاه بشم. ولی داوود این کارو نمیکنه به خاطر احترام به کاری که خدا داره میکنه، که نه، این شاول پادشاه خداست و من نباید با فکر انسانی خودم نقشه خدا رو بخوام انجام بدم یا جلو ببرم. پس وقتی باید منتظر بشیم، هر موقعیتی از طرف خدا نمیتونیم بگیم اینو خدا واسه من جور کرده این کارو انجام بدم، بلکه موقعیت رو باید در نظر بگیریم که آیا این موافقت میکنه با کلام خدا، با چیزی که در کلام خواست و اراده خدا مشخصه یا نه. پس این نکته هایی بود درباره مشیت الهی و درسمون هفته آینده ادامه میدیم و امیدوارم که بیشتر این مسائل، سوال ها تو ذهنمون حل بشه یواش یواش که چطوری میتونیم با آزادی، با شادی در اراده و هدایت پدر آسمانیمون زندگی بکنیم. تا هفته دیگه، خداحافظ.